در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از ادغام جشنواره جهانی فیلم فجر با بخش ملی، ابلاغ دستورالعمل نحوه حضور گردشگران خارجی در شرایط کرونا به ایران و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. ادغام جشنواره جهانی فیلم فجر با بخش ملی. در شرایطی که هنوز یک سال از ثبت جشنواره جهانی فیلم فجر به عنوان یکی از جشنواره‌های الف دنیا در فدراسیون بین‌المللی تهیه کنندگان فیلم نمی‌گذرد، محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی از ادغام این رویداد با بخش ملی جشنواره خبر داده است. خزائی تصمیم به ادغام جشنواره را نتیجه بررسی کارگروه مطالعه و ارزیابی جشنواره ها عنوان کرده و گفته بنا به مطالبه های صنوف و سینماگران در سالهای گذشته، سازمان سینمایی به این جنبندی رسیده که برگزاری دو جشنواره ملی و جهانی فجر را به صورت یک پارچه تحت عنوان جشنواره بین المللی فیلم فجر برگزار کند. این خبر با انتقاد برخی اهالی سینما مواجه شده. آنها معتقدند با توجه به ثبت جشنواره جهانی فیلم فجر در فهرست جشنواره‌های الف دنیا، تصمیم به ادغام آن باعث از بین رفتن تلاش‌ها در این زمینه و از دست رفتن فرصت‌های جهانی سینمای ایران خواهد شد. تغییر مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران. علی رمضانی جایگزین ایوب دهقانکار در خانه کتاب و ادبیات ایران شد. رمضانی فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران است. مدیر کلی تأمین منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، معاونت انتشارات سروش، عضویت در هیئت مدیره انتشارات بهنش وابسته به آستان قدس رضوی، مسئولیت بسیج دانشجوی دانشگاه تهران و عضویت در شورای سیاستگذاری جشنواره کتابخانی رضوی از جمله فعالیت‌های پیشین رمضانی بوده است. درگذشت هوشنگ چالنگی. هوشنگ چالنگی شاعر پیشکسوت در سن 80 سالگی از دنیا رفت. چالنگی متولد 29 مرداد 1320 در مسجد سلیمان از پایه‌گذاران شعر موج نو و شعر دیگر در ایران بود. از آثار او میتوان به آنجا که می‌ایستی، نزدیک با ستاره مهجور و زنگوله تنبل اشاره کرد. در این هفته همچنین پیکر پروین بهمنی به خاک سپرده شد. او که از هنرمندان و پژوهشگران شناخته شده موسیقی نواحی ایران بود و به خالق لالایی‌های مادران ایران زمین شهرت داشت، پنجشنبه 29 مهر درگذشت. احمد حمیدزاده عطار متخلص به حمیدی از شاعران آیینی خراسان نیز از دیگر اهالی فرهنگ و هنر بود که طی هفته گذشته از دنیا رفت. اعلام مقررات ورود گردشگران خارجی به ایران. دستورالعمل نحوه حضور گردشگران خارجی در شرایط کرونا در ایران اعلام و ابلاغ شد. بر این اساس گردشگرانی که دو دوز واکسن کرونا زده و تست منفی PCR داشته باشند می توانند ویزای گردشگری دریافت و به ایران سفر کنند. ستاد ملی کرونا پس از حدود 20 ماه توقف در صدور ویزای گردشگری سرانجام به اثرگیری صدور ویزا رأی مثبت داد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز پس از جلسه‌ای که هفته گذشته با وزیران امور خارجه و بهداشت برگزار کرد، اعلام کرد صدور ویزای گردشگری ایران از اول آبان ماه از سر گرفته می‌شود. تأکید رئیس سازمان سینمایی بر لزوم یک انقلاب سینمایی. رئیس سازمان سینمایی در آیین پایانی 38مین جشنواره فیلم کوتاه تهران بر لزوم تعیین نگرش در عرصه فرهنگ جهانی در سینما تاکید کرده و گفته ما به استراتژی جدیدی در سینما نیاز داریم. محمد خزائی گفته متاسفانه نتوانستیم غنای فرهنگی، ارزش‌های اخلاقی، اسطوره‌ها و قهرمانان ملیمان را به جهان معرفی کنیم. سینمای ما امروز به دیپلماسی عمومی برای ارائه تصویری واقعی‌تر به جهان نیاز دارد.
زمان برای یک انقلاب سینمایی فرا رسیده و در گام دوم انقلاب باید نقشه راهمان این باشد که در سینما علاوه بر تکنیک به محتوا بیاندیشیم. او همچنین گفته از مدل الگوگیری و مصرفگرایی صرف محصولات سینمایی جهان باید فاصله بگیریم و تصویر خودمان را به جهان عرضه کنیم.